به نام یاد خدا و با عرض سلام به فراخبر خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در این برنامه خواهید دید: شورای عالی صلح و نقش آن در ایجاد هماهنگی برای ختم جنگ در کشور، احزاب سیاسی چه نقشی در روند صلح دارند؟ ما منتظر رهبری طالبای مسلح افغان هستیم تا اینکه به زودی صدای ملت بزرگ افغانستان جواب بدن و هیئت مذاکره کننده خود به خاطر مذاکره با حکومت افغانستان در رابطه با صلح افغانستان اعلان بکنند. و راهپیمایی سگ‌ها در بریتانیا. قرار است شورای عالی صلح با سران و رهبران احزاب سیاسی در کشور نشست مشورتی را برای رسیدن به صلح دائمی و موضوعات پیرامون آن برگزار کند. پیش از این نیز نشست‌های از سوی این شورا با عالمان دین درباره صلح برگزار شده بود. با توجه به اینکه نمایندگی ویژه آمریکا برای صلح افغانستان از حکومت خواسته تا نمایندگی با صلاحیت خود را برای این روند معرفی کند، شورای عالی صلح هم در واکنش به این موضوع میگوید که در آینده نزدیک یک هیئت با صلاحیت و همشمول برای پیشبرد گفتگوهای صلح با طالبان اعلام خواهد شد. اما آیا احزاب و جریان‌های سیاسی می‌توانند در راستای تامین صلح کار را انجام بدهند و نیز هیئت با صلاحیت صلح چطور انتخاب خواهد شد؟ مهمانان من در این بحث آقای محمد ناطقی، رئیس کمیته سیاسی احزاب و جریان‌های سیاسی، و آقای سید احسان طاهری، سخنگوی شورای عالی صلح هستند. مهمانان عزیز، در سلام بر شما سپاسگزاری می‌کنم از حضور شما در تولو نیوز. آقای ناطقی، بحث با شما آغاز می‌کنیم. آقای ناطقی، در آغاز شما بگویید که تامی جای کار از روند صلح و فعالیت‌ها در روند صلح، نقش احزاب چگونه بوده؟ سلام خدمت بینندگان عزیز. همونطور که شما در جریان هستین، 25 تا حزب سیاسی و اندش هم ائتلاف بزرگ، ما روی دو موضوع اساسی کار میکردیم. یکی مسئله انتخابات بود و در کنار از او یکی از موضوعات که ما رویش کار میکردیم مسئله مصالحه بود. بحث امروز متمرکز روی مصالحه و بحث انتخابات رو مطرح نمیکنیم. در مسئله مصالحه ما یک چارچوبی را تحت عنوان گفتگوی ملی یا مذاکرات بین الافغانی ما روش کار کردیم، این چارچوب را تهیه کردیم و ارتباطات متعددی با همه جریان های سیاسی ما داشتیم و در ارتباط با گفتگوی بین الافغانی بر اساس یک چارچوب مشترک در واقع یک اجماع ملی ایجاد شده. یعنی در حال حاضر همه جهت‌های سیاسی در مذاکراتی که ما داشتیم و کارهایی که کردیم یک وفاق ملی و یک اجماع ملی هست بر این که مذاکرات باید بین الافغانی باشه و جهت‌های متعدد و تاثیرگذار که شامل احزاب سیاسی، شامل نمایندگان حکومت، طالبان، جامعه مدنی، زنان و شخصیت‌های تاثیرگذار ملی در این مذاکرات شرکت بکنند. این چارچوب متعین شده. چقدر با شورای عالی صلح در میان گذاشته شده؟ یعنی رابطه احزاب و شورای عالی صلح چگونه بوده آقای ناطقی؟ ما در ارتباط با گفتگوهایی که ما با شورای عالی صلح، نه، ارتباطات فعالی نبوده و قرار است که شورای عالی صلح یک نشست رو فردا دایر بکنه. ببینیم اونا چی مسائل رو مطرح میکنه. خب شورای عالی صلح شما میبینید که به صورت مشخص در ارتباط با صلح و مصالحه کار میکنم. منتها اونچه که ما میخوایم صحبت بکنیم از منظر احزاب است و جریان های سیاسی است. ما در این رابطه همونطور که در مسئله انتخابات ما طرح داشتیم، در ارتباط با مسئله مصالحه هم ما یک طرحی را یا یک متن را یا یک چارچوب را برای مذاکرات بین الافغانی تهیه کردیم. سپاس آقای ناطقی. آقای طاهری، سلام بر شما. آقای طاهری، چرا امیر رابطه شما با احزاب یک رابطه فعال و برجسته نبود؟ آقای ناطقی گفتن این موضوع را، دلیلش در چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، سلام خدمت جناب ناطقی سه بزرگوار، همکاران تکنیکی و مردم عزیز افغانستان. شما همه بخیر. احترام به نظرها داریم، بزرگواران هستم، اما بدون شک ما یک، خصوصا در یک سال گذشته، یک روابط خیلی فعالانه با نه تنها با احزاب سیاسی و جریان‌های سیاسی یا ائتلاف‌های سیاسی داشتیم، آغاز کردیم دوباره، بلکه با تمام اصناف و اقشار مردم افغانستان از ولایت شروع تا سطح ولسوالی رو پایین اگر بریم و در سطح ملی به کابل را ما ایجاد کردیم. اما شما خودتان، همکارانتان آمدن، در خبرهایتان مردم افغانستان دیدن که نشست هایی که ما در بخش های مختلف افغانستان در سطح کابل، در زون ها، در ولایت داشتیم،
هم با احزاب سیاسی داشتیم، هم با بزرگان قومی داشتیم، با نمایندگان زنان مردان با هم داشتیم. با احزاب سیاسی شما کدام برنامه را عملی ساختین؟ کدام کارا را کردین؟ خب ما از چون شورای عالی صلح افغانستان به تنهایی خود نمیتونه که چیز نتیجه مثبت را که باید ما حاصل بکنیم از پروسه صلح او را حاصل بکنیم. بدون شک یک تشکیل دولتی است، دولتی نه حکومتی، تشکیل در نظام دولت افغانستان است، اما در مشوره با احزاب سیاسی. اعضای شورای عالی صلح افغانستان همه شمول هستند به نمایندگی تمام احزاب سیاسی مخالف موافق نظام و نمایندگان سابق طالبان به شمول جناب استاد خلیلی که رهبر جهادی افغانستان هستند، رئیس شورای عالی صلح افغانستان هستند، تمام احزاب موافق و مخالف سیاسی و نمایندگان طالبان عضو تحریک طالبان سابق هم عضویت دارند در اونجا. یعنی به این معناست که اتکا شده به عضویت احزاب در شورای عالی صلح، نماینده با صلاحیت چون در شورای عالی صلح افغانستان است، عضویت دارند، عضویت فعال دارند از تمام احزاب. هر حزبی را که شما نام میگیرین مطرح هست، آمده نمایندهش در اونجا، حتی نمایندهش در سطح معاونینشان است یا اعضای هیئت اجرایی احزابشان است در شورای عالی صلح. نقش احزاب بله، اما ما تنها در او بخش مهم میبینین، اما ما تنها در او بخش مشخص نگذاشتیم که محدود باشه. خواستیم در سطح ولایات مشوره هایی که صورت میگیره، اولین اقدامی که ما میکنیم با مردم افغانستان احزاب را هم در او مسمول مشمول میسازیم. برای جمع ساختن یا ایجاد یک هماهنگی میان شما و احزاب و دیدگاه احزاب شما چیکار کردید؟ خب بدون شک مراحل مختلف را ما طی کردیم تا اینکه بتانیم اجماع ملی را بسازیم. اجماع ملی ساختنش بسیار ساده نیست. وقتی که امروز جناب ناطقی صاحب به مسابقه یکی از شخصیت‌های ملی افغانستان میگن به خاطر پروسه صلح بین الافغانی اجماع ملی تشکیل شده، به این معنا است که احزاب بدون شک دخیل بودند در این پروسه. وقتی که رهبران سیاسی و جهادی با رئیس جمهور مجلس میگیرن، هیئت رهبری شورای صلح در اونجا میباشه. یک، وقتی که نمایندگان مردم در پارلمان و ولسی مشران جرگه با رئیس جمهور مجلس میگیرن، نمایندگان شورای صلح اونجا میباشن به خاطر صلح افغانستان، به این معناست که شورای عالی صلح افغانستان رو مدیریت با حکومت مشترک میکنه و مشوره میگیره با احزاب سیاسی تا اینکه راه های بعدی را پیدا کنه. آقای ناطقی، این که از تمامی احزاب یک نماینده در شورای عالی صلح عضویت داره، این بر شما یک دلیل خوب است به اینکه نظریات شما هم شنیده میشه یا اونجا رسانده میشه؟ به هر حال ترکیب شورای عالی صلح ما دقیق نمیدونیم که مجموعه شخصیت هایی که در اونجا جمع شده و تحت عنوان شورای عالی صلح کار میکنن، ما واقعا نمیدونیم، برای شما هم شاید مشخص نیست که اینا تا چی مقدار میتونه دیدگاه های احزاب رو منعکس بکنه و بگه که ولی این مطالبات احزاب در اینجا هست. من نمیدونم، اطلاعا من نداریم. ولی تحلیل شما چیست؟ فکر میکنین اگر این عضویت چیز را که آقای طاهری گفت که هستن میتونه اینا دیدگاه احزاب برسونه؟ خب اگر اینا واقعا دیدگاه احزاب را بخواید در مسئله صلح اینا دنبال بکنه، اینا خب ما عرض کردم که احزاب یک مجموعه پنهان نیست، یک جریان بسیار شناخته شده است و یک مجمع عمومی داره. 35 تا حزب سیاسی در اونجا جمع شدن و اینا چندین کمیته دارن در ارتباط در مسئله انتخابات کار کردن. بنابراین در مسئله مصالحه هم همی احزاب و کمیته سیاسی احزاب یک چارچوب رو تهیه کردن و این چارچوب رو البته ما برای جمهور هم صحبت کردیم. دلیل این مسئله جناب ملک صاحب، ما انگیزه ای که برای ما ایجاد شد اینه که ما ارتباطات مستقیم و غیر مستقیم با طالبان ایجاد کردیم. یعنی برای ما مشخص شد برای این که طالبان در مذاکره با احزاب سیاسی هیچ گونه حساسیتی نداره و هیچ گونه شرط و شروطی هم نداره و با صراحت اونا با ما گفتن و اعلام کردن، هم به صورت مخصوص به صورت مستقیم و غیر مستقیم دوستان ما در احزاب که با اونا در تماس است، اونا اعلان کردن که ما هیچ گونه مشکلی با احزاب بله نداریم. یعنی تماس‌های شما مشکلی بله، تماس‌های شما با مخالفین در چه سطحی بوده؟ حالا عرض می‌کنم، نمایندگان احزاب با طالبان امیر منظور بله شماست و ارتباطات مستقیم و غیر مستقیم با اونها بوده در ارتباط با مسئله مصالحه. اما اینکه چون همین مسئله هم طور پیشتر اشاره کردم، اونها به دلیل اینکه هیچ گونه مشکلی با احزاب در مذاکره و گفتگو ندارن، بر همین اساس ما یک چارچوبی رو تهیه کردیم. سپاس گزارم آقای ناطقی، در مذاکرات این وسط تا لحظات بعد ادامه خواهیم داد. بیننده فراخبرم پس از میان برنامه باشید. خواستم خوش آمده. تا آقای طاهری، شما مشخص از تماس‌هایی را که احزاب با طالبان داشت آگاه بودیم؟ خب ما از تمام مردم افغانستان خواسته بودیم
که بدون شک احزاب هم عضویت مردم افغانستان در احزاب هم است که به نحو از آنها سفیران صلح افغانستان باشند، تماس هایی را برقرار بکنند به خاطر مناطقشان که با امنیت شوه، میانجیگری بکنند، وساطت بکنند و تسریع ببخشند پروسه صلح. ولی احزاب بحث مشکل طالبا را با احزاب مطرح ساخته، این که گفتن طالبا مشکل نداره با احزاب در روند صلح. شما دقیق با آگاه بودین از این تماس ها؟ نه، بحث اساسی چیست؟ بحث اساسی است که هر کس امروز خود مالک پروسه صلح افغانستان، افغان ها خود مالک پروسه صلح افغانستان میدانند. این یک بحث است که دیروز نبود. مخالفت ها بین اقوام افغانستان بود در رابطه با پروسه صلح، بین مشکلات دیگه بین اقشار مختلف. یعنی آقای طاهری، شما مشخص، بله مشخص از تماس های احزاب با طالبان آگاهی نداشتید؟ نه، ما آگاهی داشتیم یا نداشتیم و یک طرف قضیه است. اجازه مهمی است، داشتیم یک جمله یا نداشتیم؟ یک جمله میگم، بله. داشتن یا نداشتن آگاهی او یک طرف قضیه است. بحث اساسی است که تمام مردم افغانستان تسریع میبخشند پروسه صلح تا اینکه طالبان و حکومت مذاکره را آغاز بکنند. بدون شک ما وقتی که آگاهی داریم یا نداریم این قضیه دیگه است که بحث میشه. بدون شک هر قدمی که برداشته میشه آگاه هستیم. این مهم است که شما آگاه بودین یا نه. وقتی که آگاه بودین امی چی رو صحبت شده روی؟ شما از جزئیاتش خبر دارید؟ وقتی که ما میگیم که پروسه صلح مدیریت میکنه افغان ها، خودشان مالک پروسه صلح هستند، بدون شک آگاهی ما میداشته باشیم در کل. اما وقتی که صحبت ها بین افغان ها میشه، مشکل است که 34 میلیون نفوس افغانستان امراشان تماس بگیریم که شما چی صحبت کردید. ولی شما پیشتر گفتین که با احزاب هماهنگی داشتین. وقتی که هماهنگی داشتین تماس برقرار میشه، شما چطور جزئیات شما؟ اجازه بدین بحث اساسی چی است؟ بحث اساسی است که کی میتونه در منطقه خودش با مو مخالف مسلح نظامی که ما میخواهیم که با میز مذاکره بیاین از طریق هیئت رسمی شان تفاهم بکنه، تسریع ببخشه پروسه صلح، وساطت بکنه تا یک مذاکرات آغاز شه. مسئولیت شورای عالی صلح می است که تمامی اینمی موضوعات یا گامار یا اقدامار هماهنگی ایجاد بکنه و اینا را به گام قوی تر تبدیل بکنه. وقتی که شما میگین هر کس حق داره بره صلح بکنه و در مورد صلح صحبت بکنه، پس وظیفه مشخص شما چی؟ نگفتیم که صلح بکنم. هر کس افغان ها حق دارن به خاطر تامین امنیت و صلح آمدن و ثبات دائمی در منطقه خود تسریع ببخشه، وساطت بکنه، همکاری پروسه صلح افغانستان بکنه. شورای صلح افغانستان مسئولیتش مذاکرات صلح است، تسریع بخشیدن است، فضای ایجاد فضای مناسب به صلح افغانستان است. اما هر کسی به شمول ما و شما سه نفر که جا شیشتیم، جناب ناطقی و همکارانتون، مردم در هر نقطه افغانستان که هستن صلاحیت دارن، مسئولیت دارن به خاطر امنیت منطقهشان وساطت بکنن، طالبای مسئله افغان تشویق بکنن. خب امید مساطت هم در نهایت، خب انتظار همیز که صلح تامین شده در اون منطقه. پس هم آدم صلح کرده که با مخالفین. شما نسبت به دیروز امروز بحث صلح به مراتب بیشتر داغ میبینین. ای به چی معنی است؟ نتیجه عملیش چی است؟ هنوز جنگ جیبیان شما ضرورت نداشت. شما فکر نکنین وقتی مذاکرات را آغاز شد جنگ بند شوه. تا که موافقت نامه صلح امضا نشه، این در تمام کشورها می رقم است، داد و ستد صورت می گیره، بحث میشه، افهام و تفهیم میشه، یک تفاهم کلی در آخر میشه، با موافقت نامه امضا میشه، بعد از او باز بحث ختم جنگ میشه. مثل که با احزاب، با حزب اسلامی آقای حکمتیار بحث شد. آقای ناطقی، موضوع دیگری است که اینمی صلح را که حکومت افغانستان پیش میبره و در بخش هم شورای عالی صلح به عنوان یک نهاد مشخص در این زمینه کار میکنه، کارا اینا بر شما قابل قبول است به عنوان احزاب؟ ببینید، ما از هر گونه اقدامی را که حکومت افغانستان انجام میده، که عمدتا حکومت افغانستان بیشتر نقش داره تا شورای عالی صلح در مذاکرات صلح. یک نمونهش مذاکراتی بود که شورای امنیت ملی با حزب اسلامی داشت و بیشتر در اونجا شورای امنیت یا به تعبیر دیگر حکومت نقش اساسی داشت که بعداً خود انجینر صاحب حکمتیار مسئله را تصریح کرد. بنابراین اقدامی را که حکومت انجام میده یا اقدامی را که شورای عالی صلح به خاطر صلح انجام میده، ما اشکالی در این مسئله نداریم. پس همین جایگاه شورای عالی صلح شما در میروند چگونه ارزیابی میکنه؟ او رو خب از آقای طاهری سوال کنید که جایگاه از اینا چی رقم است؟ شما از جمع احزاب از اینا چی رو نشان میده؟ ارزیابی ما این است که ما با عنوان احزاب و جریان های سیاسی دنبال یک طرح و دنبال یک پلان صلح هستیم که قابل قبول برای همه جهات باشه. خب این پلان شورای عالی صلح تانسته بسازه یا نقش خوب داشته در این زمینه؟ دیگه او رو ما چون در شما از کار شورای عالی صلح راضی هستین آقای نوتی؟ در درون شورای عالی صلح ما نیستیم که اینا چی کار میکنن. ولی فعالیت شما میبینین در بیرون؟ ولی در مورد فعالیت های شورای عالی صلح اشکالات زیاد وجود داره. در مسئله یعنی اونطوری که انتظار می‌رفت از این نهاد که در مورد صلح
گام های اساسی رو برداره و به عنوان یک آدرس مشخص برای مذاکرات صلح بود، یک چنین چیزی دستاوردی نبود. البته شاید هم مشکلاتی داره، یعنی شرایط ایجاب نکرده برای اینکه اینها گام های اساسی رو در این جهت برداره. سپاسگزارم. منتها نکته اساسی اینه که احزاب و جریان های سیاسی و جهت های تاثیرگذار در گفتگوهای صلح افغانستان، اینا باید یک پلان صلح رو و یک طرح صلح رو ارائه بکنه که کار ما کردیم. یعنی مذاکراتی بین الافغانی در واقع پلان اساسی است که ما روش کار کردیم. سپاسگزار است. آقای طاهری، موضوع دیگه هم بحث گماشتن هیئت است. هیئت را که خلیلزاد خواست معرفی بکنین و شما هم گفتین یک هیئت با صلاحیت و همه شمول معرفی میکنین. این هیئت چه رقم انتخاب میشه؟ پیش از جواب رفتن به جواب این سوال شما، بسیار کوتاه، پلان که شورای صلح افغانستان که استراتژی ملی صلح ثبات افغانستان است که در خدمت همگی هر کس میخواهد پیش ما هست، در وبسایت ما هست، در هر جای اسرا میکنیم برشون. دوم، پیشنهاد صلح هفت ماده‌ای وقتی که ارائه شد جامعه ترین پیشنهاد بود در سطح منطقه اگر تاریخ بخوانید، که شورای صلح افغانستان، مردم افغانستان، احزاب سیاسی مشمول که مشورت صورت گرفت امرایشان ساخته شد و بدون شک همگی استقبال کردن از او پیشنهاد. ولی مخالفین جواب نداد برای شاقای طاهری. مخالفین به خاطر جواب نداد که بدون شک اونا که شما معرفی میکنین چگونه انتخاب میشه؟ هیئتی که معرفی میشه همه شمول است، با نمایندگان حکومت در او میباشه، نمایندگان احزاب سیاسی در او میباشه، نمایندگان اقشار و اصناف مختلف مردم افغانستان در او میباشه و بحثایی که صورت میگیره بدون شک یک مجلسش که فردا اساسش این هیئت انتخاب میشه چیز او را فردا بحث میکنن. آل وقت است که ما تشریح بتمش بعد یعنی از او بحث صحبت بکنیم. نه، همه چیز ساخته شده، هم از فضا، زمینه، تدابیر، همه چیز گرفته شده و تنظیم است به خاطر آغاز مذاکرات صلح، چون ما قرار داریم که در مرحله بعدی قدم بگذاریم. اجماع ملی ما ساخته شد، همه چیز تشکیل شده. بحث اساسی است که طالبای مسئله افغان اعلان آمادگی خود به خاطر مذاکرات به حکومت افغانستان بکنن. حکومت افغانستان آماده و تام است، اعلان کرده، همه شهر جمهور اعلان کرده. ما هم منتظر هستیم که اعلان شود، مردم افغانستان از انتظار دور شوند و عملا ببینند که مذاکراتشان به رهبری خودشان، به مالکیت خودشان پیش میره. آقای ناطقی، حالا قرار است که نشست میان شورای عالی صلح و سران احزاب سیاسی برگزار شود و آقای طاهری هم گفتند که سهم احزاب هم در این هیئت همشمول با صلاحیت خواهد بود. شما در مورد این هیئت چی میبینین؟ یعنی شما چگونه برخورد خواهد کردین با شورای عالی صلح؟ برخورد ما خیلی واضح روشنه. ما در هر نشستی و در هر جلسه‌ای که در اونجا بحث صلح نباشه ما حاضر میشیم، دوستان ما در جلسات حاضر میشه و فردا ما میریم در جلسه‌ای که شورای عالی صلح گرفته. منتها ما عرض کردیم که ما یک چارچوب و یک پلانی برای مذاکره و صلح رو ما داریم، تهیه کردیم، کار کردیم رویش و در اتفاقا در ارتباط با پلان صلح ما یک اجماع ملی هم هست. یعنی به این شما شاید در جریان باشین که ما نشست بسیار اساسی و جامع را به شمول دفتر آقای کرزی، به شمول شورای حراست و سپاد، شورای جهادی و ملی و به شمول ائتلاف بزرگ ملی و احزاب سیاسی، ما یک نشست بسیار جامعی را در این رابطه داشتیم و در اونجا توافق شد. حالا شما از طرح خود سخن میزنین، شورای عالی صلح هم آقای طاهری به نمایندگیشان میگه که اون طرح پیشنهادی صلح در او هم تمامی خواستای شما مطرح شده بود و نظرتون گرفته شده بود. تفاوت میخوانی. در چی است؟ ببینید، ما نمیدونیم طرح شورای عالی صلح، ما خبر نداریم، هنوز اینا ارائه نکردن و فردا در جلسه شاید اینا، ولی ما عرض کردیم از موضوع احزاب و یک اجماع ملی ما گپ میزنیم. یعنی مذاکرات بین الافغانی را که ما میگیم حرف شخصی خود ما نیست، مذاکرات بین الافغانی یک مسئله است که تصویب شد در نشست همه جهات های سیاسی شامل احزاب و ائتلاف ها و شخصیت های تاثیرگذار ملی و جامعه مدنی، این فیصله شده که باید ما یک مذاکرات بین الافغانی را پیش ببریم. حتی ما هیئت های را، یعنی اون دلیگیشن یا تعداد افرادی که در مذاکرات شرکت بکنه، ما این سقف را مشخص کردیم، ما شروط مذاکره را مشخص کردیم، ما اهداف مذاکره را مشخص شما کردیم. ما خیلی کار کردیم. یعنی می طرح را که شما ساختین و هیئت که همه شمول دانسته میشه، اونجا شما میتونین خواستای خود را مطرح بسازین اگر گفتگو آغاز شود؟ ما ببینید، بله، ما عرض کردم، دارم اولا به شما گفتم که انگیزه ای که برای ما، یعنی این ایجاد شد برای اینکه ما چرا مسئله مصالحه را جدی بگیریم در کنار انتخابات،
دلیل مسئله این بود که ما هیچ گونه مخالفتی از طرفهای منازعه ندیدیم در ارتباط با طرح احزاب. طالبان گفتن ما مذاکرات رو با احزاب قبول داریم و حکومت افغانستان هم ما خودم شخصا با بالاترین مرجع حکومتی صحبت کردیم، اونا هم رد نکردن. سپاسگزارم آقای ناطقی. آقای طاهری بگوین که چه زمانی نمی هیئت معرفی میشه و گام بعدی نمی کار چگونه است؟ خب بدون شک هیئت دولت افغانستان به زودی اعلان میکنه، هیئت مختلط میباشه بعد از مشوره ها که بدون شک احزاب سیاسی افغانستان دور از این مشوره ها نمیباشن، رهبران سیاسی و رهبری سیاسی دولت افغانستان هم چنین موضوعی را مد نظر داره به جدی. بحثی که ما میخواییم صحبت بکنیم، طرحی که شورای صلح افغانستان را کرده، طرح در جیب ما نیست، او طرح ارائه شد به طالبان. آقای طاهری، بله، بعد از اینکه هیئت معرفی شود گام بعدی نمی پروسه چی است؟ نقشه را همش مشخص ساخته که گام حالا با آمدن خلیلزاد چی تفاوت وارد شده؟ بدون شک تفاوت کلان. خوب سوال کرده. خب پس چی کار میکنه؟ تفاوت کلانی که وارد شده ای است که ما از امریکا تقاضا داشتیم که یک تیم مشخص به خاطر تسریع بخشیدن پروسه صلح ایجاد بکنن، خوشبختانه ایجاد کردن دکتر سید زلمی خلیلزاد. حالا قرار است شما هم از طرف خود همین نماینده خود هم معرفی بکنید. خاطر این می هیئت خود شما هم گفتین معرفی میکنین. آقای طاهری، همین گام بعدی شما چیست؟ شما اجازه بدین که هیئت معرفی شود بعد از اون گام بعدی یعنی شما معرفی. یعنی تا فعلا روی گام بعدی برنامه وجود نداره؟ نه، همه چیز ما پیشتر گفت نمیشه که امروز همه چیزی سه ماه بعد بگویم بر شما، اما بگذارین که آرام آرام در قدم‌های ابتدایی که میباشیم دومش میبرداریم. بحث مهمی است که رئیس جمهور خودش گفت در روند صلح پنهانکاری نمیشه، با مردم همه چیز گفته میشه. فعلا شما چرا گام بعدی نمیگید؟ حالت نیست که ما بگیم گام بعدی هیئت، اول هیئت معرفی شه و بعد از اون گام بعدی شما برتون میگید. امین گام بعدی هیئت روشن هست یا نه؟ همه چیز روشن است، چرا نمیگید؟ راست است، اما بگذارین که وقتش بیا اعلان بکنه. یعنی پنهانکاری صورت میگیره؟ نه خیر، هرگز پنهانکاری نمیکنیم. خب پس چرا نمیگید؟ پنهانکاری نمیکنیم، اجازه پنهانکاری را هم به کسی نمیدیم در پروسه صلح افغانستان. ما مسئولیت جوابدهی به مردم افغانستان هم داریم. آقای ناطقی، در این زمینه تحلیل شما چی است؟ شورای عالی صلح برنامه دارد برای سکاینده؟ ما یک مسئله است که من چون سخنگوی شورای عالی صلح اینجا نشسته، اینا خودشان صحبت میکنم، منتها ما در ارتباط با اقداماتی که ما کردیم به صورت مشخص، به خاطر اینکه مسائل بسیار شفاف باشه، یک مسئله ملی هستن، ما این موضوعات را یعنی مذاکرات بین الافغانی و این طرح را ما در نشست های عمومی که به صورت در نهایت تبدیل به یک اجماع ملی شد ما این مطرح کردیم. نشست طرح ما شامل سه مرحله است یا سه بخش است. بخش اولش ترکیب هیئت است، یعنی ما باید یک هیئتی را به وجود بیاریم که این هیئت فراگیر باشه، ملی باشه، و بخش دومش شروط مذاکرات با گفتگو است و بخش سومش اهداف مذاکرات. سپاس گزارم آقای ناطقی و دستبندی کردیم. سپاس آقای ناطقی و آقای طاهری، از حضور شما داریم بس و پایان فراخبر. وقت بخیر، خدا نگهدار. با اینکه اکثریت مردم در بریتانیا در همه پرسی سال 2016 که برگزار شد رای به خروج این کشور از اتحادیه اروپا دادند، اما حالا در یک ابتکار صدها سگ از انواع مختلف همراه با صاحبانشان راهپیمایی کردند. و گفته هماهنگ کننده این راهپیمایی، عشق زیاد بریتانیایی ها به این نوع حیوانات اهلی باعث شده تا آنها تصمیم خود را نسبت به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا عوض کنند. صاحبان سگ ها با پوشاندن حیوانات خود با پرچم های کشورهای مختلف اتحادیه اروپا مخالفت خود و سگ هایشان را با خروج بریتانیا اعلام کردند و میگویند که جدایی از اروپا تنها به زیان انسان‌ها تمام نخواهد شد، بلکه تأثیر منفی بر این حیوانات لطیف خواهد گذاشت، چرا که تعداد زیادی از دامپزشک‌های بریتانیایی اروپایی هستند و این افراد بریتانیا را ترک خواهند کرد. این راهپیمایی سگ‌ها و صاحبان آنها که از مرکز شهر لندن آغاز شد و تا ساختمان اتحادیه اروپا ادامه داشت.